مارشال دوستم در برابر غنی. با نام خدا و با عرض سلام با مجموعه خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا اخیر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل ما را سابسکرایب نمایید. بشیر احمد قاسانی روی برگه فیسبوکش می نویسد: مارشال دوستم به بی بی سی گفته است در صورت حفظ نظام و دستاوردهای پسین در یک حکومت انتقالی با طالبان کنار خواهم آمد. این در حالی است که خبرگزاری افق می نویسد کشته شدن 4 کارگر معدن طلا در بدخشان. مسئولان امنیتی در بدخشان می گویند که بر اثر فرو ریختن کارخانه طلا شویی در ولسوالی راغستان این ولایت 4 کارگر این معدن کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شده اند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به خبرگزاری افق گفت این رویداد بعد از ظهر روز یکشنبه 3 مهود در ولسوالی راغستان این ولایت رخ داده است. سخنگوی پلیس بدخشان افزوده که این کارخانه به دلیل بارش برف و باران شدید فرو ریخته است. آقای روحانی گفت که زخمیان رویداد به شفاخانه منتقل شده و اکنون وضعیت صحی آنان مناسب است. پیش از این هم رویدادهای مشابهی در معدن طلای بدخشان صورت گرفته بود. یک سال پیش شماری از کارگران یک معدن طلا در ولسوالی کوهستان این ولایت به اثر لغزش یک تونل در زیر خاک گرفتار شدند. در آن رویداد نیز چند تن از کارگران معدن کشته و زخمی شده اند. این در حالی است که پارس تودی می نویسد معرفی 6 وزیر پیشنهادی جدید به مجلس نمایندگان. نامزد وزیران 6 وزارت که برای گرفتن رای تایید به مجلس نمایندگان افغانستان معرفی بودند در حدود 1.5 ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شدند. با گزارش رادیو دری فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان گفت قرار از در آینده نزدیک برای 6 وزارتی که از سوی سرپرستان اداره می شوند نامزد وزیران تازه معرفی شود. نامزد وزیران این 6 وزارت که برای گرفتن رای تایید به مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شده بودند و در حدود 1.5 ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شدند معرفی خواهند شد. این در حالی است که اشتاساب کابل می نویسد رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف به اتهام فساد بازداشت شد. دادستانی کل اعلام کرده است که رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف و رئیس شرکت وارث سیر به اتهام فساد اداری بازداشت شده اند. طبق اعلام دادستانی کل این دو تن روز یکشنبه 3 اهود به اتهام فساد اداری پس از یک سلسله تحقیقات از سوی دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بازداشت شده اند. دادستانی کل میگوید که پرونده این افراد تحت بررسی است. این نهاد با نشر خبرنامه مبدوده است که رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف در توانی و سازش با شرکت وارث سیر یک پای جنراتور مستعمل را که به گونه قاچاق وارد کشور شده بود به ارزش مجموع 12 میلیون افغانی خریداری کرده و با این کار به دولت خسارت وارد کرده است. دادستانی کل تایید کرده است که در امر مبارزه با فساد اداری متحد است و تمامی قضایا را بلیار صورت مستقل و یا استناد به مدارک و شواهد بر بنیاد قانون مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد. وزارت معارف تا کنون در مورد این خبر چیزی نگفته است. این در حالی است که محافظ و راننده معاون امنیتی ملی هرات کشته شد. اشتصاب هرات منابع امنیتی از کشته شدن دو کارمند ریاست عمومی امنیتی ملی هرات خبر می دهند. یک مقام معتبر امنیتی هرات بدون افشای نامش در صحبت با روزنامه اشتصاب این رویداد را تایید می کند.
با گفته او دو کارمند ریاست عمومی امنیت ملی صبح روز دوشنبه 4 اوت در منطقه سید مختار شهر هرات کشته شده اند. گواهان رویداد میگویند که مردان مسلح موترسایکل سوار پس از گلوله باری بر کارمندان امنیت ملی جنگ افزارهای آنان را نیز با خود بردند. افراد کشته شده محافظ امنیتی و راننده معاون امنیت شهری ریاست امنیت ملی هرات هستند. به این روایت منابع امنیتی هدف حمله کنندگان موتر معاون امنیت شهری ریاست امنیت ملی هرات را بود، اما در هنگام گلوله باری او در موتر نبود و آسیب ندیده است. چند روز قبل نیز مردان مسلح در دو رویداد جداگانه بر موتر نظامیان ارتش گلوله باری کرده و دو کارمند یک شرکت خصوصی قراردادی با ارتش را در هرات کشتند. ترورهای مسلحانه یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی در هرات است و از مردم ملکی و نظامی قربانی می‌گیرد. این در حالی است که یک بازگاه امنیت در میدان وردک به دست طالبان سقوط کرد. نمایندگان مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی میگویند که پازگاه امنیتی آسیا خاک در ولسوالی جلریز میدان وردک در پی حمله جنگجویان گروه طالبان سقوط کرده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها احمد جعفر عضو شورای ولایتی میدان وردک در مجلس نمایندگان امروز دوشنبه 4 اوت به رسانه ها گفت که بازگاه آسیا خاک باد از چند مدت به این طرف زیر تهدیدهای شدید طالبان قرار داشت. جعفری همچنان گفت که بازگاه امنیتی آسیا خاک با کمبود امکانات و تجهیزات جنگی مواجه بوده و اکمال آن از طریق زمین وجود نداشت. او همچنین گفت که از فرماندهی پلیس میدان وردک خواستار اکمال این پازگاه از طریق هوا شده بودند، اما در نتیجه بی‌توجهی نهادهای امنیتی شب گذشته پازگاه سقوط کرده است. با گفته او یک نیروی امنیتی در درگیری با جنگجویان گروه طالبان کشته و دو نیروی دیگر زخمی شده اند. مهدی راسخ نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که نبود امکانات و نیرو باعث سقوط این پازگاه شده است. آقای راسخ همچنان نوشته است که قبلا از سقوط این پازگاه به مسئولان ارشد امنیتی هشدار داده بودند. غلام حسین ناصری عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در نشست عمومی امروز این مجلس گفت در صورتی که برای امنسازی منطقه سرچشمه که پازگاه آسیا خاک در آنجا مستقر بود از سوی حکومت اقدام نشود باعث فاجعه کلانی خواهد شد. گفتنی است که در بخش های از این ولایت ناامن از جمله ولسوالی جلریز جنگجویان گروه تندرو و طالبان حضور و فعالیت تروریستی دارند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ون سمارت را سابسکرایب نمایید. اوقات خوش داشته باشین. خداوند بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.